به شم هشم نرسه به نسلی اختورا سیبالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب ادامه میدیم بحث دیروز رو از پاراشای به فصل دوازده پاسوق دو فرمودند که ویوم رو عرق اخ به مشه دی بردونای گفتن آیا فقط به مشه صحبت کرد خدا نه که همچنین با ما صحبت کرد و شنید خداوند آره بارا خیلی در ادامه توضیح پاسخ دو می فقط اشم... عشم اصرخ لومر ویشمه اشم... لازم شده که بگه شنید خدا خب خدا هم همه چی روز رو میشنوه اینجا پس چه لازمه بگه ویشمه اشم... شنید خداوند میخواد بگه که نشنید مگر خداوند یعنی فقط خداوند شنید و منظور اینه که برو بیفنه بری اینا جلو به هیچ مخلوقی صحبت نکردند اد نیتکوه شمهم شامه یعنی میخواد بگه که اقوداش بارخو از اونها شنید و نه از مشرب بنو یعنی مشرب بنو شنید که اونها دارن یه چنین چیزی میگن طبق این تفسیر ولی گلهی نداشت شکایتی نداشت که چرا اینطور میگن و اقوداش بارخو فقط از اونها شنید نه از مشرب بنو شلو قبل لیف نشم یعنی مشرب بنو شکایتی در حضور نداشت چون طریق کسانی که توهین میشن از دیگران که بعد میرن شکایت میکنن اعتراض میکنن جلوی دیگران ولی مشرب بنو اعتراضی در مورد این صحبتی که در باره او گفته شده بود نداشت پس بعد میفهمانید و وهایش مشه هایش موشه آناب مهود و آن مرد موشه بنو متوازه بود از هر آدمی که بر روی زمینه و آرابا را توضیح میدن هودی اکاتوب اطلاع میده اینجا کان لفی من شکاتف نور برو به پاناب اینجا داره پاسخ موضوع تبازور رو در مورد چیزی که باشون در مورد مشرب صحبت کردن میفرماید چون که مشرب بنو شنید اون چیزی که ما نوشتیم شدی برو به پاناب ما قبلا گفتیم که اهرون اکوین و میریام در حضور مشه این صحبت رو کردن و ناتنکاتوف تام و پاسخ داره دلیل میده که لازمه که خداوند انجام بده تمام آنچه که گفته شده در موضوع و میتم که مشه آناب میود از جنبه توازوش مشه بنو خود داره کرد از که به اونا جواب بده که لازم بود که اونها در جریان باشن که دشید دو به خاطر که بدونن اون تفاوتی که شبه نبوت مشلش ار نبیم، تفاوتی که بین پیامبری مشرب بنو و سایر نویم هست یعنی خوب بود که مشرب ربنو توضیح میداد براشون ولی مشرب ربنو از اونجایی که بسیار متواضع بود نخواست از عظمت خودش رو بگه بگه من نوام با شما فرق میکنه من علزه خدا میخواد با من صحبت کنه و بنابراین این تواضع مشرب بنو بود و دیق دیق لمر میکول آدم و دقت کرده که پاسخ میگه مشرب بنو از هر آدمی متواضع تر بود که بر روی زمین لخریت منیعت ات شوا میمینو که اومده بگه که مشرب بنو خودشون جواب ندادن گفتن مهم نیست اشکالی نداره من من کی هستم و چرا جواب ندادن به خاطر که متواضع بودن همینجا خدا درجا به ما یاد میده که مشربونو به خاطر تواضعشون که نخواستن بگن من بالاتر از شما هستم جوابی ندادن و تونی رو پذیرفتن و سکوت کردن که آدم به تو انسان در فکرش هول متا خسف شالوم میکل اشل الفنه و اداما یعنی آدمی که تو فکر خودش خودش رو از همه پایین تر میدونه از تمام کسانی که رو زمین این مشه ربنو خودش رو بسیار کمتر و پایین تر از همه میدونه اخیش رو عرش و مرتشو با چطور میتونه گمان ببره که جواب بده که نتیجه این جواب اینه که شو گادول میکنه نویم که مشرا بنو بالاتر از تمام نویمه بلازه با معمر هاشم و شیوام و به خاطر این کلام هاشم اومد و گفت مشرا بنو ترینه و به اونها جواب داد هاشم دفاع کرد جوابی که مشرا بنو نداد عقدش بارخو به اونها جواب داد چون مشرا بنو بسیار متواضع بود و اساسا مشرا بنو به خاطر درجه مقام نبوتی که دارن لازم شده بود که از خانواده جدا بشن در حالی که سایر نویم اینطور نبود و اگر این جواب رو میخواست مشه بنو بده گویای تکبر بود و به هیچ صحبتی نکردن و سکوت کردن و فر فرمود که مشرب بنو ترینه ضمن اینکه دفاع هم از مشه بنو میکنه پاسخ دالت توضیح میده که و یوم ردانای پیتوم علموشه بلرون ولمیدام بل ال و یه و یسو چلوشتام فرمود خداوند ناگهان به مشه و به ارم و به میریام خارج بشید در ستون به چادر وعده و خارج شدن هرسه اونها یعنی از اون محلی که بودن از اون چادری که بودن خارج شدن که برن به طرف چادر وعده حالا برای خیلی مقاود داشت میفهمد چرا گفته پیت اوم این لغت پیتوم ناگهان چی میخواد بگه لسه چه این نو خاطر که رنج دادن مشرب بنون با صحبتشون اوختی بین ادونای نیسا الخمت اناخ اپوس هفت با سوقف نیسا که اینک خداوند ایستاده است بر حسار و دیوار رنج و آزرده کردن یعنی قضاوت میکنه خود عقادش بارخو کسانی رو که دیگران رو رنج میدن و فورا هم جواب میده آه دیگران رنج دیگران فوری جواب میده و اشیم رو برون میداره و میداره که به اصطلاح اون طرفی که رنج داده رو جریمه کنه و ربوتو نوزال آم رو و ربوتو نوزال فرمودن پیت آم ساموخ لزیقا یعنی در تنخوم می مینویسه که ناگهان پیوست به اون ارتباطی که با خانواده داشتن و ناپاک شده بودن هشم میخواست با اونا صحبت کنه و اونا فریاد میزدن ما آب میخوایم برای تویلا پاک نیستیم که به اونا نشون داد که شما ببینید خداوند میخواد با مشرب بنو صحبت کنه و الان باید او پاک باشه ولی شما ببینید این مقام رو ندارید که همیشه پاک باشید و هر زمان بشه با شما صحبت کرد و در نتیجه کار مشه بینو درست بوده که از خانوادش جداست به خاطر اینکه باید آماده هر آن به صحبت کردن هشم باشه و زیرنویس توضیح میده که لغت پیتوم از پاسخی داریم که میفرما به خیاموت متلا پیتوم اوم پتا پیت اوم هرگاه بمیرد مرده برو بر ناگهان یعنی میخواد بگه لغت پیتوم اوم موضوع توم است نا و ناپاکیه اینجا هم هاشم به مش... و هارون کوین میخواد بگه شما پاک نیستید آماده صحبت کردن با هاشم نیستید ادامه میده حالا بالاخره مقدس که ال مشه و یوم الاشم پیت اوم المشه. بل اهرون بل میریام سه شلوش تخم فرمود خداوند ناگهان به مشه و اهرون و میریام هر خارج بشید دلیل صدا زدن مشه ربنو چیه؟ چرا فقط با اهرون و میریام صحبت نمیکنه؟ چرا هر رو صدا میزنه؟ پدی زال طبقه صحبت های خخامه که گفتن اونا ناپاک بودن صدا زد به مشه به خاطری که لهکی تولدت هپریشاش پرش مشه یعنی اونان بشناسن متوجه بشن نتیجه جدا شدن مشه ربنو از خانوادهش که ببینن که مشه ربنو باید همیشه آماده صحبت کردن با هشم باشه هشم هر آن میخواد با مشه ربنو صحبت کنه شنیمسان سا مخان لدبر هشم لا در نتیجه مشه ربنو باید این آمادگی رو بدون مانع داشته باشه که خدا با او صحبت کنه هشم لخن در حالی که اهرون و میریام علیه مشالوم این طور نیستن چه غلام هشم بلی آخلول ست یعنی خداوند صداشون زد و نتونستن خارج بشن که هشم باشون صحبت کنه چون پاک نبودن ولفی اپشاد شاد و بعد طبق معنی ساده صدا زد هشم مشه رو هم با اونا که دشه یه مخان مشه لیت بلل ار میریام هشم میخواست که مشه رب هم اینجا آماده باشه چون بعد میریام برست میگیره و مشه رب بیاد فوری برای میریام. تفیلا بخونه اد تام و دیگه به قریت مشه لسد شنید که به نشم لگلولایم میاد به صدر که گادول مشه مهه. پس یکی اینجا دلیل اینکه که مشرب به صدا میزنه میخواد عقلش با روخو که مشرب آماده باشه دم دست باشه که فوری تا میریام برست میگیره برایش مشرب به تفیلا بخونه دلیل دیگر به غریت مشل صد این که مشرب اینجا صدا میزنه نیت داره که آشکار کنه به اونا فوراً در ترتیب صدا زدن اول میگه مشه که از همشون مقامش بالاتره و میخواد به اونا بگه مشه مقامش با شما فرق میکنه ببین من اول صدای مشه زدم میمه شیخ این به بغیری از این که اومده مقدم کرده ابتدا اسم مشه آورده که پاسخ میفرماد ال مشه بل ول میگم اول اسم مشهر آورده پیش میامد آبار و این مطلب رو به اونا شنوان که آقا مشه مقدم مهمتره چرا او رو با خودتون همسان میدونید میخواد بذاره تو دستشون که بگه شما اشتباه فکر میکنید واضح یلگیش رو ستیرال مخشفت هم و اینجوری فکر کنن احساس کنن رد شدن اون فکرشون که فکرشون باطله و ایراد داره شام رو که گفتن عرق حق بموشه آیا فقط خداوند بموشه صحبت کرده مگر نه که به ما هم صحبت کرد اینا فکر کردن که نبوهای مشرب مثل نبوهای خودشون که اینجوری نبود بشه بهشون ثابت در چندین نظر که من هر آن میخوام با مشه رب بنو صحبت کنم باید آماده باشه از خانواده جدا باشه از طرف دیگه شما نباید بدونید که نباید فکر میکردید که نبوای مشه رب بنو با شما یکسانه بلکه او خیلی مهمتره چون که اینجا نشونش که من اول صدای مشه رب بنو زدم اون باید امزه خوته ابوتن عقدوشیم ساقی و مشه بران و میریام بر همه ما باشه که بتونیم ان اونطوری که بایسته و شایسته فکر کنیم صحبت کنیم و عمل کنیم